خب بریم در رابطه با منابع لیسنینگ و اسپیکینگ راهنمایی بهتون بدم اولا مگه اینجا دوره اسپیکینگ نیست چرا در لیسنینگ هم منبع معرفی میکنیم دلیلش اینه که لیسنینگ و اسپیکینگ هندین هند با همدیگه دیگه میرن جلو یعنی چی هندین هند با هم دیگه میرن جلو یعنی کسی که اسپیکینگش خوبه حتما لیسنینگش خوبه برعکسش درست نیستا برعکسش صدق نمیکنه یعنی کسی که لیسنینگش خوبه الزاما اسپیکینگ خوبی نداره ولی اینوری کسی که اسپیکینگش خوبه شرط لازم اینه که لیسنینگ خوبی داشته باشه یه چیز جالبی رو هم بهتون بگم مثلا دیدین افرادی که ناشنواان شما فکر نمیکنم تا باشید کسی که به صورت مادرزادی ناشنوا باشه ولی بتونه صحبت بکنه چون اینا ورودی صدایی نداشتن که بتونن خروجی صدا تولید بکنن اصلا شاید ب... از لحاظ فیزیکی بتونن ها ولی چون هیچ چیزی نمیشنون نمیتونن چیزی رو هم تولید بکنن دلیلش اینه وقتی لیسنینگ بسته باشه ورودی صدا نداشته باشیم نمیتون خروجی صدا داشته باشیم اینجا هم همین لیسنینگ در یادگیری زبان دوم هم همین پیوستگی رو داره کسی سپیکینگش خوبه حالا تو آزمون تافل یا به صورت کلی که لیسنر قوی بوده باشه یعنی لیسنینگش رو تقویت کرده باشه با استفاده از ابزارهای مختلفی که اینجا به چند تاش اشاره میکنیم و این یه دلیل بود دلیل دوم یادتونه بهتون گفتم لیسنینگ تو آزمون توفل خیلی مهمه خیلی, خیلی 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 مهمه چون ما بجز پارت رایتینگ حتی تو پارت رایتینگ هم داریم بجز پارت ریدینگ دقت بکنید چقدر عجیب یعنی شما تو سپیکینگ لیسنینگ داری توی پارت لیسنینگ که خودش کلا لیسنینگ دیگه توی پارت رایتینگ هم شما لیسنینگ داری دوباره پس این چهار تا مهارتی که مورد سنجش قرار میگیره ریدینگ که اینجا لیسنینگ نداری ولی تو اون سه تای دیگه لیسنینگ رو داری این لیسنینگ جزی از کار هست یه بخش کاملا خودش پارت لیسنینگه، یه بخش اسپیکینگ که الان اینجا داریم میخونیم توش لیسنینگ داریم یه بخش هم که رایتینگ که دوباره توش لیسنینگ هم داریم بهتون میگم چرا مگه اسمش رایتینگ نیست مگه اسمش اسپیکینگ نیست چرا تو های دیگه مثل این شکلی نیستش بهتون میگم دلیلشو پس لیسنینگتون رو باید دوستان عزیز خیلی خوب قوی بکنید خیلی باید روش کار بکنید هر روز باید حداقل نیم ساعت 45 دقیقه در حال گوش کردن به فایل های انگلیسی باشید چند تا منبع بهتون معرفی کردم اولش TED تد یه <تصفح> مجموعه يه که دیدید حتما توی شبکه های مجازی و شبکه های اجتماعی دیدید حتما افراد میان از کشورهای متفاوت مختلف میان راجع موضوعات متفاوت جذاب چالشی نوین صحبت میکنن یه سخنرانی های چار دقیقه پنج دقیقه ده دقیقه ای بیست دقیقه ای میدن و صحبت های خیلی شیرین و جذابی هم هستش چون که از تکنیک استوری تلینگ استفاده میکنن همش در قالب داستانگوییه و به خاطر این وقتی شما گوش میدی حس خوبی میگیری نسبت به اون لیسنینگ ها حالا تد هم لیسنینگ داره هم ورژن فیلم برداری شده داره در واقع اصلیش ورژن فیلم برداریشه که اومدن تصویر رو حذف کردن شما به صورت صوتی هم میتونی گوش بدید از کجا میتونید اون رو دانلود بکنید خود سایت تد که برید اونجا میتونید ببینید دقت به چیزی که میگم حتماً وقتی وارد سایت تد شدید یا وارد اپلیکیشن تد شدید حتما حتما از قسمت بالا سمت راست فیلتر بکنید کاتگورایزش بکنید قسمت موست واچ رو انتخاب بکنید موست واچ یعنی اونایی که بیشتر از همه دیده شدن و حتما در طول دورانی که دارید برای آزمون تافل آماده میشید 20 تا 30 تا 40 تا از اونها رو حتما گوش بدید چرا میگم موست واچ سخنرانای خیلی قهاری هستند، موضوعات موضوعات جالبیه و خیلی تون صحبت میکنن و خیلی سخنرانی تد نزدیک به جنس سخنرانی که ما توی تافل میبینیم به جنس سخنرانی خیلی نزدیک چون موضوعات علمی و آکادمی که توی تافل بعدیش سایت www.npr.org یا org از اینجا هم میتونید گوش بدید حتما این سایت هم بهش مراجعه بکنید بعدی CNN که هم بخش تصویری داره هم بخش پادکست و اینها داره کلا گوش کردن به اخبار چون انگلیسی استاندارد هستش همون چیزی که ما توی تافل میبینیم دقیقا انگلیسی استاندارد و آکادمی که دیگه اخبار هم همین شکلیه فقط سعی بکنید متنوع بخورید رفتید تو سی این این صرفا سراغ قسمت خبری نرید راجع به تکنولوژی برید گوش بدید و بخونید و ببینید در رابطه با مدیسن health، در رابطه موضوعات مختلف مثلا سایکالوجی سوسیولوژی موضوعات مختلف بعدش ان بی سی نیوز نیوز اگر اپلیکیشنش رو دانلود بکنید تا جایی که من اطلاع دارم تو قسمت اپلیکیشن یه خوبی داره اونم اینه که اه, یه قسمتی داره اخبار 24 7 یعنی 24 ساعت داره خبر پخش میکنه از این منبع هم میتونید استفاده بکنید برای گوشیتون که بیرون هستید و ساینتیفیک American podcast. Scientific American یه مجله خیلی معروفه وبسایت خیلی معروفی هم داره که پادکست های یه دقیقه ای پخش میکنه برای مثل لغمه ای در واقع یه موضوع یه دقیقه گوش میدی میشه میره خیلی براتون خوبه اگر زمانتون کمی میخواید یه فایل صوتی گوش بدید از این میتونید استفاده بکنید پس این شد از قسمت لیسنینگ و speaking بریم تو قسمت بعدی در رابطه با و writing و ببینیم برای reading writing هم براتون نوشتم درسته که دور کاری با reading و writing نداره اه البته اه البته که ما نیاز داریم که منابع خوب رو بشناسیم دیگه پس ارزش داره که نگاهی به اینها هم بندازید چون یه قسمتی شما توی اسپیکینگتون reading هم دارید اینم خوبه بهتون بگم شما reading هم دارید توی اسپیکینگتون جالبه دیگه یه اسپیکینگ هم دیسمینگ داره هم reading داره پس منابع خوبش رو بشناسید ریدرز دایجست یه مجله مثل مجله مثلا روزهای زندگی خانواده مثلا یه چیزه جنراله در رابطه با تکنولوژی میگه مرسین، health, سوسیالوجی نمیدونم نیو تکنولوژی اینجور چیزا این چیزای خیلی مثلا متفاوت خیلی خوبه برای اینکه اصلا کلا به سطح زبانتون کمک میکنه و مقالات خیلی خوبی داره بعدی مجله تایم که خیلی مجله معروف آمریکایی هستش مقالاتش خیلی حرفه‌ای نگارش شده اینایی که براتون اینجا نوشتم خیلی زیادتر هستن و اینا دیگه گلچین شده هاشن تایمو میتونید بخونید و The Economist که یک مجله انگلیسیه یعنی برای کشور انگلستانه خیلی قوی به نظر خودم حرفه ترین مجله انگلیسی که تو کل دنیا وجود داره یعنی نویسنده ها و ادیتورهاش واقعا افراد خفنی زبان فوق العاده سطح بالا زبانی که شاید تو هیچ کدوم از مجله های دیگه نبینید فوق العاده است خیلی قوی سطحش و به ریدینگ تافلتون هم کمک میکنه و همچنین به وکبا و گرامرهایی که میخونید کمک میکنه چون مرور میشه تو خوندن اینها ساینتیفیك امریکن خودش دوباره مجله است که میتونید از مجلش استفاده بکنید موضوع علمی داره خیلی نزدیک به آی... خیلی نزدیک به تافله خیلی خیلی زیاد موضوعاتش CNN متناش رو میتونید بخونید متنای مختلف دقت بکنید تا میگیم CNN نره تو قسمت خبری قسمت هلت فیتنس بیولوژی قسمت های مختلف چون توی آزمون تافل موضوعات متفاوتی از شما پرسیده میشه و آخرین هم مجله The Guardian که فایل صوتی هم داره فایل صوتی هم داره یعنی قسمت پادکست صوتی داره تا چون بریتیشه و آزمون تافل غالبا لهجهش امریکنه خیلی باش کاری نداریم ولی از متنهاش میتونید خیلی راحت استفاده بکنید پس این هم شد معرفی منابع مفیدی که برای listening, speaking, ریدینگ و writing باید میدونستیم که بدونیم مناسب سطح ما چی هستش